سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین. توی کانادا زمستون خیلی خیلی طولانی ما داریم و واقعا وقتی که تابستون میشه همه مردم خوشحالن. همه مردم به هر حال بعد از 6-7 ماه همه این موقعیت رو دارن برن بیرون، چه میدونم باربیکیو کنم، بیرون باشم، بیرون از خونه برن، چه میدونم ساحلای مختلف، چون اینجا توی کانادا خیلی ما دریاچه داریم، انواع یعنی دریاچه های زیادی همه جا هست، دریا هست و مردم خیلی خیلی خوشحالن. بعد یه چیزی، یه نفر من یه سورپرایزم کرد. چند روز پیش من یه خانومی رو، یه جایی بودیم و یه خانومی رو دیدم و با یه حالتی گفتش که آه باز تابستون اومد و من واقعا باورم نشد. مثلا فکر کردم که فقط تنها سری ازش سوال کردم، گفتم که چرا مثلا دوست ندارید هوای گرمو؟ گفت نه، من دو تا بچه دارم و وقتی که تابستون میشه حدود 3 تا 4 ماه به خاطر اینکه کار فول تایم دارن همیشه مسئله دارم با اینا، به خاطر اینکه اگر بذارم کمپ یا حتی دیکرای معمولی اینا، چون که ساعت تابستون ساعت کاریشون فرق میکنه، مثلا ثابت نیست، ممکنه مثلا روزای سه شنبه مثلا ساعت 9 تا 1 باشه، دوشنبه مثلا ساعت 8 تا 12 باشه، یا حتی کمپ هم اینجوریه. بعد و اینکه وقتی که به من گفتش که چقدر اگر که بخواد مثلا بچه ها رو بذاره توی کمپ، مثلا کمپ های 1 هفته‌ای هست یا 2 هفته‌ای، چقدر گرونه و اصلا من باورم نمیشه که، یعنی نمیدونم چطوری این خانواده های جوون یا این مادرهای جوون چطوری از پس واقعا مخارج این کمپ ها برمیان. و خب مسئلهش این بودش که میگفتش که من به هر حال کار فول تایم دارم و اسکیجولم ثابته، ولی وقتی که بچه ها مثلا برنامه و ساعتهای کمپا و دیکرا اینجوری فلکسیبل، به خصوص توی تابستون، برای من همیشه یک عالم استرسه، باید یه عالم سرکار، چه میدم دائم با رئیسم، با محیط کارم درگیرم که دیرتر از خونه برم، بعضی وقتا زودتر از ساعت معمول سرکار برگردم به خاطر بچه ها رو دیر بذارم دیکر، زود ورشون دارم. خلاصه میگفتش که تابستون ها همیشه برای ما واقعا جهنمه. و واقعا اینجا وقتی که به خصوص من و یا همکارانم میبینم که خیلی تبلیغ اینو میکنیم و میگیم که این کار آنلاینی رو که داریم ما انجام میدیم خیلی 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 مناسبه برای مادرایی تو این شرایط، مادرای جوون، و واقعا اینجا میبینید که چقدر منطقیه. اگر که یه مادر حقشه که واقعا توی کنار بچه هاش باشه، شاهد بزرگ شدن بچه هاش باشه، واقعا اینا انقدر یه لحظاتیه که واقعا دیگه بر نمیگرده. من خودم یکی از اون خاطرات تلخ توی زندگیمه که چرا اون موقعایی که بچه های من کوچیک بودن سر کار بودم دائم و واقعا باشون نبودم اونقدری که امکان داشت که باشون باشم و از وجودشون لذت ببرم. و واقعا بازم میگم این که انقدر ما تکرار میکنیم این کار آنلاینی رو که ما داریم انجام میدیم، واقعا با این شرایطی که فراهم میکنه برای خیلی از این کسایی که به هر حال شاید مشکل این مادر جوانو دارن، شاید که میتونن بیان به اصطلاح اینفورمیشن بگیرید از این کار آنلاینی که داریم ما انجام میدیم، شاید که واقعا به دردتون بخوره. ارزشش رو نداره، زندگی خیلی قشنگه، ارزشش رو نداره که واقعا جایی که باید از وجود بچه هاتون لذت ببرید، باید از زندگیتون لذت ببرید، پر از استرس باشید و واقعا چشتون رو باز کنید ببینید که سالیان سال بیرون از خونه کار کردیم و بچه هاتون همینطوری که میبینید حالا کشیدینشون توی دیکر این ور اون ور و کلی به صلاح خرج براتون برداشته و
میبینید که اصلا ارزشش رو نداشته. در صورت این کاری که من دارم انجام میدم، آنلاین دیجیتال مارکتینگ بیزینس، شاید که یه موقعیت خوبی باشه برای مادرای جوان، برای اینکه شاید کسایی که به فکر درآمد جانبی کنار کار اصلیشون هستن و یا کسایی هستن که مثل من بعد از سالیان سال بیرون از خونه کار کردن به فکر به اصطلاح کار جدیدی هستن، شاید که مناسب باشه. من سارا هستم، یک کار آنلاین دیجیتال مارکتینگ بیزینس رو انجام میدم. اگر که اینفورمیشن میخواین لطفا میتونید که توی جای مختلف منو، واقعا همه جا میتونید منو پیدا کنید، میتونید تو واتساپ با من تماس بگیرید، میتونید توی وبسایت من ثبت نام بکنید، روی دکمه لرمور کلیک بکنید و یا اینکه توی اینستاگرام، فیسبوک، من همه جا به هر حال پیج دارم، شما میتونید منو فالو بکنید و تمام اینفورمیشن رو راجع به این کار آنلاین رو در اختیارتون قرار میدم. کاری که محدودیت زمان و مکان و جا و نمیدونم سن و ملیت و هیچی نداره واقعا. امیدوارم که واقعا با من تماس بگیرید و اینفورمیشن بگیرید درباره این کار آنلاین و امیدوارم که شما رو یک روز در کنار خودم به عنوان همکار ببینم. امیدوارم که خوب باشید، به خصوص حال دلتون.